نوکرم سند چیشی؟ نوکرم آمهدی؟ آمهدی دیدی حرفیت گوش کردم؟ هی به این میگفتی لغمان تو راننده آمبولانسی؟ شما میگفتی؟ ولی شهید مروی نمیذاشت. شما چی اونور دسترسی داری به شهید مروی؟ بهش بگو نگاه کن؟ لغمان نگاه کن؟ چیم آمبولانس سرور؟ لغمان؟ چیم فرمان علنده؟ لغمان؟ بابا نوکرم سنه، یعنی حرفیت درست در اومد، حرفیت درست در اومد، گفتید لغمان تو راننده آمبولانس میشی چی شدم؟ زان اینو بگیر؟ قربانم سنه. من هر طلا دلار سکه میخوام، تو رفتی ماسک خریدی، بعدش همینجوری داره میره بالا. بابا بیا کار خودمون ادامه بدیم، از این شاخه بون شاخه نپر. این از این شاخه بون شاخه پریدن نیست که، این کار جانبیه. کار جانبی سوله سازی تن جانبی. واهمون جور بشود. باشه خوش خیالی ها. آقا شما منو ببین حاجی، بس کن حل باقیش با من. حاجی محض رضای خدا موش نمیگه، میخواد بیاد برای تو کاری بکنه. شما منو بهش فاس کن حل باقیش با من، من راضیش میکنم دیگه. تو چی کار داری؟ من اگه بدونم توی کله تو چی میگذره خیلی خوب میشد. سنه قربان اولم امام رضا، میدیرم بو جنر مزاحم آدم، ببخشید دیگه خیلی مزاحمت میشم. چند نفریشو گفته بودم بذاری تو لیستت واسه شفا سریع تر بیان، این یه نفرم تو اون لیست اضافه کن. میدونی چیه؟ آخ خود بهتر از من بده، ببین کوچهشون تنگه، خونهشون اون ته ته دیگه، آدم دلش میسوزه. سن چه منم هیچ موقع یزمی یرات میسنم. آبریمنه فقط سری لطفا یه نفر بفرستین کارهای پذیرشش رو انجام بده. برو 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 رس. آقا این دو چرخه میگیم که پون چرخشو بچن نمیشه یه دقیقه نمیشه بگو بس یه دقیقه سب ای چیکار میکنی؟ نرفتی؟ برو برو همه شالله برو من هوا کنم برو برو ازر برو برو دمه جم اون سر باشم اون جد ای بابا بیا بیا رسو بسیدم حالت خوبه همون؟ خوبی خوبی بیچه بابا من عجب آده حلاله چجوری رسو دیدی چجوری رفت بابا؟ آروم، آروم بفرم برو جلو بشین گیر نکنی برو من نمیدونم آخه این بیمارستان یه نیروی لاغرتر نداره به جای شما بفرسته توی کوچه‌های بارش ما گیر نکنیم؟ اولندش که ما اونجا اصلا گیر نکرده بودم استرس به این وارد شد، دومندش ما هیکلم خیلی عالیه و از نظر خودم هیچ ایرادی نداره، سومندش ما نیروی بیمارستان نیست و ما نیروی جهادی هم دوره دیده هم دوره چی دیده؟ چریکی چریکی؟ بله چریکی مشفق محمد جواد رفته بود بالا، تو از پایین داشتی تشویقش میکردی یکا آقا جان اون محمد جواد دست بخور گرفت رفت بالا، با خود من حمایل کردم که اتفاقی بره بیمار پیش نیاد ازش محافظت میکردم، بعدم ما یک آدم قدرتی هم یک کم معطل میکرد برانکات با هم کوچه میچرخوندم مبردم بیرون. بله اسمت چیه؟ ما امید مهدوی. آقا چند سالته؟ من تقریبا دیگه 30. سنو که ارم از یادم آتش رم دست نزد. آقا مهدی منه دیده فقط سن ازون اتوجونم فرمان دالندان امبولان سنم با من ده گدردم ها. قرار اگه باز ناراحت نمیریم و هیچ چی نفهمیدم، فقط یک آقا مهدی و یک ترجمه کن چی داری میگی؟ میگم آقا مهدی شخصا خودش به من دستور داد، گفت لغمان دست نزن فقط خودت بشین پشت آمبولانس. منم میرفتم آقا چند سالم بود؟ 14 چی؟ 14 سال 14 پر ها؟ آه ما 30 خالی هم هست دیگه، هم نزینی پشت دست ما آقا لغمان.
خب آقا لقمان، ما نهایت استفاده را از شما بردیم و واقعا ممنونم از تجربیاتتان، ولی ما سبون همه نمیفهمیم، اگه اجازه بدیم برم عقب بیشم. آتیرنده چی؟ بشه سرتت. چشم. خب نه اونجا میگم شاید کارهایی بیشتر بشه. آتیرنده بابا. Geleceğim mi? Gülbar küsme benden öyle mi? Koy koronanı şikayet veririm geleceğim. Ben Kadir'i dermanım, bana ihtiyaç var araya. Kim sen eziyet edeyim? İlyas. Kuşunu ver İlyas'a göreyim. Selam İlyas, keyfe var. Balam be sen niye mamanı eziyet edeysen? Sen gelat edeysen! Bir yürüse! Yeşil göreyim! Ama sen... Abordan, abordan! چی دست بزنی؟ آقا لقمان مریض ها مریضه؟ همه مریض نیستم آقا بسی چند؟ من نمیخوام برم بس یه دقیقه بسی یه دقیقه اول پرستار بفهم اول پرستار بویر چره مریض با تخت ملایم با ملایم اینه بده بنا هیچ چیز اخ نداره سواشه شما ها رو داشت ما واسه کم نذاشتیم داریم جبران میکنیم دیگه اینطوری؟ آره دیگه نه حتما خیلی شما رو میخوام خیلی من اونجا هستی احساس آرامش آقا جان صلاح تو اینه که بری تو بیمارستان بستری بشی شما نمیفهمی خدا من رو تر میدونم تو کار خودت موندی رو بابا برو منو بلا نه بلش شما آرامش خوشتونیست خودش میدید این حرف تو کلش نمیره دیشب تو صبح داشت تو تمیز صبح انقدر پاشوهش کردیم که حالش بهتر شد جدن؟ بله تست کروناش هم که امروز مثبت است بابا این اگه همینجوری تو خونه بمونه این از بین میره اما از بین میره تو نمیخوام باشه ای بابا من نمیدونم شما مشکلتون با بیمارستان چیه این از بچگی همینجوریه از دکتر و بیمارستان میترسه و همه عالم عالم هم شک داره شما نمیفهمید نفهم از روی دور میتونه آدم رو کنترل کنه به ساده باید چه حرفیش؟ آقا شما کی؟ کی؟ اگر بیرون هم بیرون پسر شماست؟ شما داداشید با هم؟ بله چون شما فلفلی این لخت این بیمور چشاش رنگ راحت باشید بله شما توهم توته دارین آقا بابا من زبونم مو در آورد هزار بار گفتم اینو ببرین یک دکتر روانپزشک نشونش بدین با عالم آدم شک داره این
داداش الان وقتی به حرفاس واقعا خدا نکنه یکی زنگ در خونه این اشتباهی بزنه تا هفت شبانه روز فکر میکنه میخوام میام خونش دزدی کنه بدن داغونه این شما احمق نمیفهمید دنیا پر از آدمای خطر ای بابا بعد آدم مواظب باشه بابا خوب نیست بریش کن من به شما قول میدم بیمارستان هیچ خطری برای شما نداره بدانا چاش پیام داده یعنی من کمپرسی اینی فعال کنم اومد مثل آجور همه شونو بریزم رو هم آقا تا فقط بلدی بره ما گنده بردیری زور که زور میشه همه میریزن تو ماشین اینجوری سپر ای چی؟ برو این باری چرا منو میبندید؟ شما خودت از همه اونا بهتره. میبندیم که برای خودتونم بهتره، آسیب نمیبینید دیگه. آخه برای شما چه فرقی میکنه من برم بیمارستان یا نه؟ خیلی فرق. ما وظیفه‌مون شما رو برسونیم بیمارستان دیگه. شما در ما چقدر حقوق میگیرید؟ چی مگه چی شد؟ من حقوق یک ماه کاملتون رو بهتون میدم. فقط بذارید من برم. کجا بری شما؟ من گوشم شما رو پیاده کنید. تاکسی میگیرم میرم خونه خواهرام خوب میشه. مردی حساب میکنی وقت؟ بابا تلفن همراهم کو بده من از کارت به کارت میکنم برای تو خوبه؟ خوبه. مشکلی هست؟ چه مشکلی چه؟ بیا اگه فکر میکنم براتون داستان میشه خب من پولو میدم به بچه خوارم بیاره براتون بیمارست خوبه؟ خوبه؟ نه آقای عزیز من اصلا حقوقی نمیگیرم که شما بخوای حقوق یک ماره ماره پیش پیش رشوه بدین هیچی حرفیه میزنیم اگه میشه حقی شده شما مفتی مفتی کار میکنیم؟ بله ما داوطلب شدیم اومدیم کمک باش ببین من یه مبلغ رو تعیین میکنم و بهتون میدم من نفری یه تومن خوبه من نفری سه تومن بهتون میدم فقط بذاری من برم دیگه رقم آخر با این رقم آخرش ما حال نکردم تو چی؟ من خیلی خوشم نیومد گفت رقم آخرتون باشین این دیالوگ یک فیلم سینمایی نیست سر کار گذاشتیم خجالت داره مریض بدحال شما سر حال آقا شما اگه مریض بدحالی خب باید بری بیمارستان حالت خوب شد دیگه من خودم حالم خوب میشه اصلا شما نگران نباشید خوب میشم آقا جان نگاه کن یک چیز بگو خلاصه کلام نفس بکش ماسک تن بذار شما هر کاری نکنی ما نمیتونیم تو رو ببرم متوجه میشی چی میگم آقای عزیز ما حقیقت جنگکاری کردیم هیچ راهی نداره و اینو خودم با 500 تا حل بودم محمد جواد نمیدم آمدم تو رو بزنم ما نذاشتم ببرم الان هم جور از جون اگه بمیری حقیقت خودم کتک میزنم تا واسه تو حتما زنده شی با جنگکاری هم زیاده ول که آتوسی شما واقعا
نفر 3 میلیون تومان به ما میدادی؟ بله بله میدم کارت به کارت میدم. 6 تومن برو ماسک بخر، برو الکل بخر، بده به اونایی که ندارن مریض نشن. دستکش بخر اصلا. ها دستکش بخری مثلا. از این لباسا بگیر بره کادر درمان، اصلا گیرم نمیاد. بله از این لباسا بگیر گیرم نمیاد، مال کادر درمان. از اینا بگیر. دمپایی آبی. دمپایی برای چی؟ خب بره آسایشگاه نداره. خب نداریم، خودت بیار از خونه دیگه. بله شما هم بیارم؟ نه من آوردم، خودم دارم. خب شما که آوردی یک جفتم بره ما می آوردی. یه ابری داشتم آوردی. تو بره خود دمپایی آوردی. چی قشب آدم های؟ من داشتم. احمق بیشوره. تو ما شم بدی به بره. شم بدی ما میارم. شما نفس نگه تو بایی نفس بکش بهتر. دمپایی برای چی نبردی تو؟ خب چیزم با تفشاد نباید بیه تو بخش. خب حالا تو هم برو زیر تو میگم یا دمپایی باید نه جلیان تابلو رفیان نه باش نه من که نمیگم من تو نباید دمپایی باید میگم آجا برو باید دمپایی بهتر یا قیتوسی حالا میرسیم بمارسیم نه حالا یکی دو شب اینجا تا ببینم چی پیش میاد مریضا زیادم خیلی مراقب خودتون باشید همینطور دارن هم زیادتر میشه مادر ما مراقب خودمون هستیم من خونم که بیرون نمیایم تو مواظب خودت باش چش من مراقبم دکتر مزاحم وقتتون نباشیم نه خواهش میکنم فعلا دستیارام دارن مریضا رو آماده میکنن برم اتاق عمل پس یعنی فعلا وقت نداری بیای به من رانندگی یاد بدی آره بابا مزاحم دکتر نشو کار داره صندلی رو نمیاد درست کنی دکتر صندلی رو نمیخوای درست کنی؟ اگه نمی کنی من خودم درستش کنم چرا؟ حالا اومدم درستش میکنم حالا فعلا تمرین نرو شما با دایی مرتضی که برم که نه با دایی مرتضی که اصلا نرو تمرین پس حداقل 60 برم حالا 60 اصلا نباید بری قدغنه خب نمیشه که یا باید 60 برم یا تمرین برم اینطوری که نمیتونم که بزار آقا بکنم داره سر میشه خلاصش کن آز تو برو یه امتحان بده باید برم یه ذره دورش که فرمی کن برو یه امتحان بده آخه میگن آزمون عملش خیلی مهمتر نه آقا تو همون کتاب مقرراتو بخون من دارم کتاب هم ران همین رانندگی اونا رو بخون خیلی خوب دیگه مامان جان کاری نداره نه بابا جان نه مادر خداحافظت باشه مراقب خودت باش خداحافظ چی میگی؟ همینه نمیتونی تو راه صحبت کنی؟ نه دیگه اونجا باید بریم ماسک و شیلد و دستکش و اینا بزنیم نمیشه 700 دیگه برم غذار یک ساعت آوردم منتظر تو بودم با هم آقا که من اصلا نمیام بخورم الان میریم با آرامش بد اخلاق باید بیداد میکنه من نمیام خانم آرامش شیف نیست رفته خانه شو خونه نمیرن بابا اونجا ایزوله است ایزوله چه؟ بابا یاد بگیر دیگه ایزوله یعنی قرنطینه ما که جایی نمیریم اونام جایی نمیتونن برن از کجا برن؟ میان همینجا یه جایی پیدا میکنن استراحت میکنن دوباره برمیگن سر شیفتشون آقا هر جا هستن بیا بریم غذا بخوریم آ بابا کارت بخوره به شکمه تا نه یه شب نخور داداش من عزیز من محمد جان ما آدی میزادم از شهد آسمان ها که تغذیه نمیکنم تو این میگی گوشت کارت بخوره تو شکمه بفهمی چی دارم بگم غذا بخوام گوشت نمه باشه بریم ای بابا بریم دیگه حتما باید بریم ماسک تو بزن عزیزم بعدش هم لطف کن تشریف ببر تو بخش مراقبه ویژه ببین کسی چیزی نمیخواد شما ماسکتون بزنی اینو ببریم بدیم به خانم کمالی توی بخش آقا ببخشید سلام آقا دکتر شما با اینا سر نمیخورید نه خانم کمالی شما همون دو نفری هستین که منتقل شدین به آمبولانس بله بله ما همون دو نفری هستیم که اینجا چیکار میکنید غذا میخورید اینه وقت استراحت اگه اجازه بدین برن پیش بچه مشکل نیست فقط خانم آرامش بفهمم خیلی ناراحت میشم نه 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 ما تماس گرفتیم به بچه‌ها فهمیدیم خانم آرامش نیست اومد آقا شما اطلاع میدن که کی خانم آرامش هست نه خودمون زنگ میزنیم اطلاع میگیریم اطلاع میگیریم خیلی بده این خیلی بده آقا ببخشید این خانم آرامش خیلی اخلاقشون بده شما چجوری با ایشون کنار میاد آقا خب بعد بگین دیگه اینجوری نه اخلاقشون بد نیست یه مقدار جدی و سخت گیر نه 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 اخلاقشون بده ما دو ساعت اینجا کار کردیم متوجه شدیم شما این همه مدت نفهمیدی باش کار میکردی من مدت هاست که با ایشون هم نه کارم نه کردی لابد شما مهربونی شما هیچی نمیدی شما لطف دارین اگر غیر از این بود میپذیرفتم حرفتون آقا ایشون یه خورده جدی و حساس هست آقا شما چون همکارتانه میخوای هواشی چی یعنی اخلاق دیگه اخلاق عزیز من
وقتی آقای دکتر خسروی میگم خانم آرامش رو بهتر میشناسن یعنی بهتر میشناسن دیگه بفرمایید. آقا صفوی شما چیزی تو چشت رفته؟ نه من تو چشم چیزی نرفته. فقط میگم بریم. آقا چشم آقا فقط من عکس بگم بریم دیگه. بفهم. ما که هیچی ولی این خانم آرامش خدا به داد دل شوهرش میرسه. ای وای. واقعا اصلا وای برای شوهرش. بچه‌ها آقای دکتر خسروی همسر خانم آرامشن. چی؟ بیا اونجا شبا تعطیله بیا آقا خیلی مخلصم ارادت واقعا بهت تبریک عرض میگم چه خانم اینا چقدر به هم میان از واسه قدم ماشاءالله اصلا اگه ایشون این حرفا رو نزنن این تحقیرا نکنه که هرج و مرج میشه بله مخلصم ببخشید ما درس های بسیار از خانم آرامش آموختیم و فهمیدیم که در بچه‌ها بریم خواهش میکنم آقا نه ما تا ایشون مال نوچه از جان تکون نمیزم نه خواهش میکنم آقا معذرت میخوام چیزی نگفتی خیلی معذرت نه مشکل نیست شما که نمیدونستی آقا ما دلم این استیر و سرکه موشوشی الان درن این شله توش چمنه رو زرم ببخش خواهش میکنم اشکال نه من رو صدا میکنم ببخش حسنه نباش چی کار میکنی؟ چی کار کرد؟ مامان جما حرف بدی دادم نه؟ خودو چی فکر میکنی؟ خب بابا من بعد از رو قد میفهمیدم دو تا با هم زن و شوهر. آقا مامان جما شما همچین کم نذاشتی ها. هر چی تونستی پشت سر خانم آرامش گفتی. بله. فقط دارم بلبل میزنم. آقا بلبل نزن. منم خیلی بد گفتم ولی تیر خلاص میزد. تیر خلاص. آقا به تیر خلاص چیکار داری دیگه؟ اشاره میکنم به شما. جدا؟ بفهمید. ببین. ای وای بریم فقط بریم خواهش میکنم بریم بگیم از آنو افسوس رفتیم مراقبت های ویژه هم خیلی گرمه البته شما چهار لاغرتر میشه خوشتیب میشه مرتب میشه لباس های واقعا گرم نیست چه عرقی که داشتم خفه میشه آقا این لباس ها تو بخش معمولی آدم دیگه با این ماسکا نمیتونه نفس بکشه اونی که دیگه بپوشی تو اون بخش خاص دیگه میپزی کاملا میپزی تو حالا باز ما هر وقت بخواییم میتونیم بریم تفلک کاز درمونو بگو که مشتون اینا آقا از این آقا بهنام چه خبر؟ آقا بهنام یکی دو ساعت پیش افت اکسیژن پیدا کرد بودنش بخش مراقبت های ویژه فکر کنم الان زیر دستگاه چطن؟ هره آقا پس از حالش به ما خبر بدید باشه باشه دست شما درد نکنه بنده خدا شما غذاتون رو بخورید من باید کل لباسام رو عوض کنم خیسه با نمیچسبی اینجوری که ما غذا بخورم شما نه نداره بخورم ما خوریم شما پس نه آقا بعدن میخورن الان نمیخورن بیچه های غذا ها 6 تا 5 نفره نه یکیش مال یحیی یحیی کو یحیی میا یحیی نمیخوره دیگه مامان چرا نمیخوره بری چی تو بخوری بری چی شما درشتن اون دیگه حق من نه کی گفته مرد سیبیل کلفته اینجا باید بگی آقا 6 تا غذا یکیش مال یحیی یکیش مال صفویه 4 تاش مال ما نگاه بو بچش 3 تاش رونه 3 تاش سینه از کجا فهمیدی تو هنوز به شامه ما اعتقاد پیدا نکردی اگه تو شامت قوی بود بهت آلارم میداد که جلوی آقای خسروی از زنش بد نگی بابا مدنی ما شامم قویه ذهنم یکم ضعیفه آقا این زن و شوهر رو من میشناسم عزیزم این زن و شوهر رو من میشناسم اینجور آدمایی نیستن ولی آقا امیدم شوخی مناسبی نکرده آقا باور کنیم من اصلا نمیدونستم اینا با هم خیلی خوب دیگه حالا نمیخواه هرچی توضیح بیشتر بیمارستان شاید کلن مثلا 300 تا پرسنل داره این تا حالا از 356 نفر عذرخواهی کرده خب نکن دیگه دست نزن تو دست به اون نزن نه همین بده همین فلسی اون بره تو محمد جواد تو اگه بیهی بر نصف غذا تو من میگیرم من نمیام از ابراهیم بگی ابراهیم تو با همسایی نصف غذا تو محمد جواد بیا این بر اینم بردار محسن تو دیگه نه نگو آقا نه بیا ما میریم باشم ما میریم سر میز اون بر ما بشین غذا بخور بکش بیا نکن دیده نمیشه بریش نکن مریض اون تو مریض خب نباید دیده بشه دیگه همون کلید نه کلیدی همون کلید نداره اینا کد داره رمز داره اینا رو خانم آرامش گذاشته بله
به نظر چی بود تاریخ تولدش چند مخوره بشه؟ چه میدونم من تاریخ تولد خانم آرامش من چه میدونم چنده؟ 1330 1340 50 چه میدونم؟ نمیشه بابا اینو وا نمیشه که با هم تری یلکی نکن قفل میشه مریضا دیر میکنن و نمیتونن آقای امید خان نکن محسن گفته شد داماش خوب از تو خیلی مخلصم چه خیلی وقت چاکر شم دمت گرم محسن دمت گرم چاکر آقا محمد بابت اون موضوع ازت عذرخواهی کنم عزیزم من اون موضوع گذشت تموم شد و رفت نه آقا ما عذاب وجدان داریم شبا خواب ما نبرم ادنم دیگه من میگم ناراحت نیستم من این همه کار گرفتاری دارم من کشون نیجا معذرت خواهی کنیم آقا داره میگه دیگه آقای دکتر مشکلی نداره بخشیدتت ول کن دیگه 140 دقیقه ما رو بالا پایین کرد دنبال دکتر دکتر از آی سی یو کشتی بیرون که معذرت خواهی کنی آقای دکتر مدنم چون ناراحته داره اینجوری میگه ای بابا من عزیز من ناراحت نیستم میگم آقای دکتر یک حسی تو دل ما از هم قدیم بوده محمد جواد مدنه وقتی کسی از ما ناراحت بشه میفهمم همونجوری هم که کسی از ما خوشحال بشه میفهمم شما الان از ما ناراحت عزیز من کاملا راجب خودت و احساساتت اشتباه میکنی من هیچ حس بدی نسبت به شما ندارم مطمئن بشو من مسیحا بیمار تختص خیلی حالش بده کدوم بیمار؟ همون که بیمار شیمیاییه همون که سیگار داشته آره الان میام آقا بهنام مشکل بانکی رو کار کنم یه هم میگن یه آقایی میکنه حال میگن سریع سم وضعیتش پار نیست یه دوز دیگه اپینفرین ماساژ رو ادامه بده سریع سریع دستگاه شوک آماده کن شوک لازم نیست تاسفانه برای بیمار کاری نمیتونیم بکنیم رفت ختم سی پی آر خسته نباشید
همون برادران توسی هم برادر زناش اینا که صبح همه رو میزدن آره میزدن چجوری ساندی بهش میخورن بگو بخندی از ما کفی هنها ماشی داره ما رو نگاه یا او مرم بالا رو نگاه دست ما رو بگیم و دارم آسمون رو نگاه بیا یواش بیا یک مشتای سنگینی که به فرفریه داره لقمان چی شده من بزدم لقمان اینا همونان که ما رو زدن کتک زدن چیا بالان؟ نه بابا این بر برادرای اون توسی ایش وای اون چطه بیش بریش 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 لقمان بجم چقدر کتک بود چقدر کتک بود چقدر کتک سلام آقا محمد جواد خدا قوت خوبی سلام خدا قوت خوبی خوبی شما مرسی بسته این امانتی خدمت شما این چیه این نگران نباشین زدوفوری کردم ولی نه میگم این از طرف کیه اینو بالا آقا بهنام داد گفت بهتون بگم که خیلی شرمندتونم دشمنی شرمنده آقا بهنام چطوره حالش خوبه یا هنوز زیر دستگاهه راستش امروز شفاشو گرفت شهید شدن مشکلی نیست خب شما یه شماره کارت برای من بفرستید من تا فردا زور پولو براتون میزنم بله آره تابلو رم شما من آدرس میدم بفرستید در خونه بله قربان شما مزاحم نباشم سلامت باشید بله بله خواهش کنم خدافظ تابلو رو چند خریدی؟ یعنی بو سیگار میده ای بابا خدا بیامرزش تسبیح همون بنام الان او دنیا تند و دند داره سیگار میکشه خوش به حالش خیلی دوستش داشته بله مشخصه تسبیح رو داد به شما از آخر چی گفتی الان تو؟ مگم تابلو رو چند خریدی؟ کسی نباید بفهمه هیچ کس نفهمه خانواده متوجه هیش... نه 35 میلیون تومن 35 میلیون تومن؟ بران مگه مونالیزای تابلو شام آخر با او همه شام و نهار و صبحانه و میوه رو میزش وقت در نیامده 35 تومن تو به جای 10 تومن میتونی 15 تومن بدی نه والله من بدینی حقیقت رفتم جنس خریدم و گردش مالیم بالا هیچ وقت پول تو دست و بالو نیست هم 10 تومن پس حقیقت 10 تومنش هم دادم به یک بنده خدای از بچه معلا لازم داشت ولی مده توی یک پروسه یک تا 10 روز مده میدون بهت سری بزن با کارتش جدن آ دیگه
لازم داشت فوری بود. صبح من روش حساب کرده بودم. 10 تومن گفتی برای چی من گفتی بهم میدی؟ آقا شرمنده به خدا بنده خدا سقف خانه‌اش چیچه میگه مجبور شدم بودم دیگه. چیکار؟ یعنی چی مجبور شدم بودم بهش؟ ای بابا من الان 10 تومن از کی بگیرم من؟ آره نشو از بابات بگی من تا حالا دو سه بار ازش دستی گرفتم گفته فقط محمد جواد نفهمه. جدا؟ ها. الان گفتی که من که با تو یه حرفا ندارم جریان تابلو رو هم که من بین خود مهمانه دیگه. نه نمیخوام بابام بفهمه که برای تابلو رو چند خریدم و اینا. خب بگو از ماشین بره ماشین رو میخوام مثلا یک چیز دیگه بهشون بگو. نه دروغ نمیخوام بگم. خب دیگه نمیدونم. دروغ نمیخوام بگم. میخوای از یکی از بچه‌ها برات بگیرم؟ از صبحانی میشه گرفت؟ نه بابا او اینقدر خسیس اینا همینجوری از دستش آب نمیچیکه. میخوای 10 میلیون ازش پول بگیری؟ صبحانی هم نده. داشته باشم نمیدونم. نه او خسیس. آقا من اینقدر اعتبار تو بازار دارم دمت نبشه. یک کاریش میکنم. جوش نزن. تو برای چی 10 تومن ندادی؟ خب بابا ما اگه داشته باشم که میدم گفت تو وقتی به من قولش دادی اون گفته 10 تومن میده بعد بگی ندارم. داداش ما چی میدونم ما تو ما نگفتم بلد نیستم دیگه.